با سلام و درود. این برنامه یک اپوزیت نیست، اما توسط اپوزیت تهیه شده. خلاصه ای از تلاش‌های یک هموطن برای زنده نگه داشتن بخشی از تاریخ و فرهنگ ایران که در 38 سال گذشته حکومت مذهبی کمر به نابودیش بسته. این شما و این داستان تلاش‌های سامان طاهرپور برای پدید آوردن کیانی کانسپت. داستان کوتاهش اینجا شروع میشه که خب علاقه زیادی به فشن دیزاین از بچگی داشتم و این خلل رو میدیدم که تو بازار ایرانی نمادهای ایرانی کمتر استفاده شده و کیفیت به صورت تجاری هستش و سعی کردم که کارهای تهیه کنم، دیزاین و تهیه کنم که هم کیفیت بالایی داشته باشه، هم برازنده هر ایرانی باشه و از همه مهمتر از نمادهای ایرانی استفاده شده باشه توش. خب این نمادهای ایرانی که تو میگی، مثلا اکثر آدما میرن فربهر مثلا نماد ایرانیه، یا مثلا یه سری آرمای خخامنشی رو پیدا میکنن، تو چرا رفتی سراغ تاج؟ از اینجا شروع شد که من یک دورانی در تاریخ ما هستش به دوران سلسله پهلوی. این دوران به نظر من دوران طلایی تاریخ ایران هست، چون که از سیاهی قاجار شروع شد و واقعا تو مدت خیلی کمی به شکوفایی بزرگی رسید و در این دوران از نمادهای ایرانی استفاده شد. هیچ نمادی نیستش که در هیچ جا در دولت یا سردر دولت‌ها یا جاهای مختلف از نمادهای غیر ایرانی استفاده شده باشه و تاج پهلوی یک نمادی هست که اردشیر دوم بر سر خودش داشت و از این تاج استفاده شد که در دوران رضا شاه کبیر که ایشون دوست نداشت که تاج کیانی رو در مراسم تاجگذاری استفاده کنه و این تاج از طریق طراحهای ایرانی و جواهرسازهای ایرانی تهیه شد که برگرفته از دوران ساسانی هستش و از جمله کارهای دیگه هم که بیشتر همونجوری که گفتم از نمادهایی هست، از سیمرغ گرفته، نمادهایی هستش همون فروهر که شما بهش اشاره کردید که دوران شکوفایی ایران از اشکانیان، هخامنشی، ساسانیان و از جمله پهلوی استفاده شده. یعنی تفاوت دوره پهلوی به لحاظ نمادها و هنر با دوره قاجار چیه به نظر؟ به نظر من خب دوران قاجار ما هنرمندای خودش هم داشت در اون دوران و بخشی از تاریخ ماست، ولی هیچ ربطی به ایرانی بودن نداره. همش بیشتر برگرفته از دوران اسلام هستش، از حجاب گرفته، از شلیطه‌ای هستش که خانم‌ها استفاده می‌کردن و اینها هیچ نمادهای ایرانی درش استفاده نشده. همش بیشتر نمادهای مذهبی هستش که هیچ جایگاهی در تاریخ ما نداره. یعنی که تو علاقه‌ای به خاندان پهلوی داشتی که رفتی سراغ این نمادها، یعنی سراغ تاج و اینا رفتی، یعنی که نه فکر میکردی که این یه بخش از تاریخ و هنر ماست و میخواستی اینو دو مرتبه بیاریش بیرون؟ چون خیلی تابو هست که، یعنی اگه کسی تاج مثلا الان تو تاج زدی گوشه سینه، اگه تاج کسی میذاره یعنی که طرفدار خاندان پهلوی، طرفدار حکومت سلطنتی در ایران. این درسته یا یعنی اینکه نه؟ به نظر من هر کسی اعتقادات خودشو داره، نظرهای خودشو داره، باورهای خودشو داره، اون برای خودش خیلی مهمه. ولی از اونجایی که من بهش اشاره کردم که اگر دوران پهلوی نبود ما تخت جمشید زیر خاک بود، ما فردوسی، آرامگاه فردوسی رو نداشتیم، ما آرامگاه حافظ، سعدی و و و خیلی دیگر هم نداشتیم. این دوران بودش که تمام ایرانی بودن و دوباره بعد از سالها، بعد از قرنها دوباره جلوه دادش. بعد خب سپاسگزاری از اون دوران، سپاسگزاری از اون تاج که حالا میگن نماد محمد رضا شاه فقیر یا نماد رضا شاه کبیر هست، به نظر من این یکم اشتباه است، چون که این نماد ایرانیه، این نماد دورانی هستش که ایرانی بودن رو به ما دوباره بخشید، دوباره نشون داد، دوباره اون تخت جمشیدی که الان خیلی ها بهش افتخار میکنن در اون دوران از زیر خاک کشیده شد بیرون. فردوسی بزرگ آرامگاهش در اون دوران ساخته شد و و و و خیلی چیزهای دیگه. ولی این که شما بخواییم بیان با آدم برچسبی بزنید، این یکم کم لطفیه. همون جور که گفتم هر کی اعتقادات خودشو داره
ولی این که شما بخواید انکار کنید که در اون دوران چه اتفاقی افتاد یا تاریخ رو بخواید یه جور دیگه ازش برداشت کنید، خب این خیلی اشتباه است. امروز سومین سالیست که این شرکت کیانی کانسپت افتتاح شده و میخواستن که این کیک رو برای تولد شرکتشون امروز جشن بگیرن. شما بفرمایید. درود میفرستم خدمت همدلی، خیلی خوشحالم که شما اینجا دارم. واقعا این افتخاره که خانم مریم سیحون دعوت کردن که من اینجا باشم. اسم سیحون خیلی بزرگه، خیلی واقعا هوشنگ سیحون یکی از بزرگ مردای ایران هست به نظر من، از لحاظ هنر، از لحاظ شخصیت و از لحاظ همش. هیچ وقت افتخار نداشتم از نزدیکشون ببینم، ولی خب بخشی از ایشون که مریم خانم هستن این افتخار دارن که در گالری شرکت کنم. از قضا من 22 اپریل 2014 کارامو رو انداختم به صورت، قبلا خب خیلی به صورت هابی انجام میدادم، ولی خب از اون تاریخ شرکت کیانی کانسپت رو ثبتش کردم. بعد خیلی هم جالب بود وقتی که مریم خانم ما تماس گرفتن گفتن که میتونید 22 اپریل بیاید لس آنجلس، گفتم که خب میزنمش به تقدیر که 3 سال بعدش درست روز تولدش من بتونم افتخاری داشته باشم که پیش مریم خانم باشم. و دوستان عزیز در تمام دنیا حمایت هم کردم، مخصوصا شهبانوی گرامی که از اون موقع که ایشون کار من رو تایید کردن برای ایشون یه سری دیزاینر انجام میدم و ایشون رو ملاقات میکنم، اصلا یه دنیای دیگه برام باز شده واقعا، نه از لحاظ تجاری، از لحاظ اینکه بیشتر با هنر آشنا بشی، بیشتر بتونی مفهوم این رو بفهمی که خیلی کارا ارزشش بالاتر از اینه که شما بخواید پول در بیارید روش. مخصوصا کارهای هنری شاید تو جامعه ایرانی یکم کم رنگ تر شده باشه، ولی ما سعی ما میکنیم تا اونجایی که بشه سعی میکنم کارهای انجام بدن که کیفیت بالا داشته باشه. خانم مریم سیحون دختر آقای استاد هوشنگ سیحون از من دعوت کردن که در گالری ایشون در لس آنجلس شرکت کنم. خب این افتخار خیلی بزرگی برای من هست. آقای استاد هوشنگ سیحون دیگه احتیاج به تعریف نیست، ایشون بخش بزرگی از معماری، نقاشی و و و خیلی از تاریخ معاصر ایران هستن، خدا رحمتشون کنه. بعد خب این دعوت رو پذیرفتم و از اونجایی که خب ایرانی‌های بسیار در لس آنجلس و آمریکا هستن برنامه‌ریزیشو کردم که بیام به لس آنجلس و این گالری رو داشته باشم. استقبال خیلی خیلی خوبی بود. چقدر ایرانی‌ها هستن که چه علاقه نشون دادن، چقدر سپورت کردن، چقدر دلگرمی دادن، چقدر اینکه وقتی که می‌بینی هموطنانت از نزدیک می‌بینید که اون ذوق رو نشون میدن، اون از کارا تعریف می‌کنن و از بهت کمک می‌کنن که بتونی این کارو بیشتر و بیشتر ادامه بدی. خب این خیلی دلگرمی بزرگی هستش که وقتی که میبینی که ایرانیا واقعا ایرانی بودن و خیلی براش ارزش میذارن، واقعا این به این افتخار میکنن که ما از این تاریخی اومدیم. ولی خب کسایی هم هستن که چیزی در مورد این نمیدونن و همیشه همه چی رو به تمسخر میگیرن. زودی تا یک ایرانی یه اشتباهی میکنه میگن بفرمایید تاریخ 2500 ساله، زود دوست دارن تمسخرش کنن، دوست دارن مسخره کنن وقتی که توانایی اینو ندارن. خب اونام هستن، اون افرادام هستن، ولی خب ما سعی میکنیم که اونا رو به چشم نبینیم و کار خودمون رو انجام بدیم و ایرانی بودن و واقعا با افتخار در دنیا جلوه بدیم. ببین من از اونجایی که یادم هستش سعی کردم که از تا اونجایی که بتونم مبارزه کنم. مبارزه با جمهوری اسلامی، بخش بزرگش از دوران 88 تابستون 88 شروع شد که اون اتفاقات که در ایران افتاد، من با چند تا از دوستام اعتصاب قضایی کردیم، چند تا چادر زدیم وسط میدون شهر در جنوب، یه شهری به اسم مالمو در جنوب سوئد هستش، و اونجا اعتصاب قضا کردیم و فقط به خاطر اینکه اون موقع خب خیلی مد بودش، همه میگفتن رأی ما رو پس بده، رأی ما رو پس بده، حتی خارجی‌های بیرون کشور شعار میدادن رأی ما رو پس بده. خیلی جالب بود برای من، خیلی مسخره که آیا مگه شما رأی دادی که مثلا بخوای رأی خودت رو پس بگیری؟ اگرم که رأی دادی که برو خب پیش سفارت اونجا بگو، نه اینجا بیرون اینجوری.
توی مدیای خارج بگو. هدف ما این بود که مدیا رو به طرف خودمون جلب کنیم و بگیم که نه ما رأی دادیم، نه می‌خوایم رأیمون رو پس بگیریم، ما می‌خوایم مملکتمون رو پس بگیریم. و اینجوری که دارن جلوه می‌کنن که اینایی که این اتفاقاتی که تو ایران افتاده همش به خاطر موسوی کروبی هست، چنین چیزی نیست و این اشتباس، این طرز دید رسانه‌ها به اون مسائل. خب خیلی موفقیت آمیز بود، خیلی‌ها رو، خیلی روزنامه رو به خودمون جلب کردیم، حرفمون رو گفتیم. از اونجا خب خیلی بیشتر شروع شد. در قبلش هم بود که در تظاهرات مختلف شرکت میکردم. بعد خب با چند تا دوستان به فکر این افتادیم که بزرگترین پرچم شیر و خورشید ایران رو تهیه کنیم و با خودمون به جام جهانی آلمان ببریم. 135 متر پرچم هستش، خیلی بزرگه، که ما اینو با خودمون به آلمان بردیم و اونجا جمهوری اسلامی اجازه اینو نداد که ما وارد، با لابیگریشون اجازه اینو نداد که ما بتونیم اینو وارد استادیوم کنیم. چون علامت شیر و خورشید هستش و شیر. خب جالبی اینه که اون موقع اینا از این استفاده میکنن که گروه مجاهدین که در لیست تروریستی بود اون موقع، اینا از این استفاده میکردن و میگفتن این پرچم مجاهدین هست و اینا در لیست تروریستی هستن و اینا اجازه ندارن اینا وارد کنن. خب خیلی سخت بود که مثلا بخوای همین کارت ادامه بدی، ولی خب ما امید در دست ندادیم و بعدش بردیمش فرانسه و بعد ایرلند و بعدش بردمش برزیل و ولی هیچ کدوم اینجا نتونستیم وازش کنیم تا بالاخره شد در بازی ایران و سوئد در استکهلم که ما تونستیم از آزادی بیان واقعی که در سوئد هست استفاده کنیم و این پرچم اونجا وا کنیم و این دیگه خیلی نور علی نور شده بود دیگه. از اونجا من همون انرژی که داشتم اول مسابقه صحبتشو میکردم که بیشتر بیشتر انرژی میگیری که مبارزه فقط این نیستش که شما بخواین بگید که من آدم سیاسی نیستم. مبارزه همه نوع هست، همونجوری که شما میتونید خونه بشینید فقط کانال تلویزیون جمهوری اسلامی رو نگاه نکنید، این خودش مبارزه است. هر کی در توانایی خودش. افشین عزیز شما یه جور مبارزه میکنید، من یه جور، و همه اگه دست به دست هم بدیم هر کی در توانایی خودش میتونیم خاری باشیم تو چشم جمهوری اسلامی. من میخوام مشخصا اشاره کنم به اینکه مثلا عده‌ای از هنرمندانی که مخصوصا در نیویورک و تو آمریکا من میبینم که فعال هستن خیلی و کارهای مثلا هنری با فشن و اینا انجام میدن، اونا خیلی هم پاپولار میشن، این خیلی هم معروف چیز میشن. میخوام بگم که آیا تقابلی با تو داشتن اون آدم ها؟ خب مسلماً یک هنرمندی هستش در نیویورک که خب خیلی هم معروفه به اسم آقای نیما بهنود که خب پدرشون آقای مسعود بهنود هستن. وقتی که شما چنین پشتیبانی پشت خود داری که در بی بی سی و در خیلی از رسانه ها بتونین کارهایت رو ارائه بدی و اون هدف خودی که به نظر من، خب هدف نمیخوام حالا تو بحثمون برم، اون هدف خودت رو بریم تو بحثش بریم نه مسئله این که خب شما بخواید ایرانی بودن رو یک جور دیگه نشون بدید به دنیا، مثلا این که شما از اسکناس هایی که زمان شاه استفاده شده و خیلی طرح‌های خیلی بسیار زیبایی روش انجام شده اونا رو ازش کپی برداری کنید و عکس شاه رو روش بردارید جاش مقبره امام رضا بذارید. خب این مسلما خب اینه که اون همون اهدافی که بی‌بی‌سی داره، همون اهدافی که ضد ایرانی بودن رو داره نشون میده. بعد خب در از این لحاظ هم بتونید نمایشگاه داشته باشید تو تهران. بعد هنرمندای به خصوصی هستن تو خارج کشور که از کارهای شما تر موزیک ویدیوهاشون استفاده کنن و و و خیرش. ولی خب اینجور آدم ها به نظر من خب نمیشه بهشون گفت هنرمند، چون که واقعا دارن ظلم میکنن به اون مملکتت، به اون تحریک، اون دیدی که خارجی ها از یه تمام دنیا از ایران دارن اونو عوضش نمیکنن، همونو ارائهش میدن. همون جوری که شما بخواین عکس ناصرالدین شاه رو میزنی رو بولیزت و با یه خانومه که با حجاب هستش و خیلی بهش هم افتخار میکنه که این هنر رو بود، رو تیشرت میزنی و دنیا میپوشن، تو دنیا استفاده میکنن. بعد خب یه نفر میاد ازت میپرسه که خب این چه طرحیه که زدی، میگه که خب این ایرانیه، این طرح ایرانیه. خب اونم براش همچین عجیب نیست، میگه که خب همینی که الان هستش شما هم دارید میزنید رو بولیزتون استفاده میکنید. اون وقت شما از یه طرف میگید که این ایران نیست، این فرهنگ ما نیست، خیلی داری میپوشیش و داری یعنی در حقیقت با اینکه
مثلا یه چیزی تو لباس مردم باشه، تو داری اینجوری مبارزه میکنی که بگی ایران اینه. درسته، من دارم سعی میکنم که ایران واقعیت، همونجوری که اول مصاحبهمون گفتیم، نمادهای ایرانی، که ایرانی از شاد ایرانی، ایرانی هیچ وقت بد کسی رو نخواست. خدمتتون عرض بکنم دو کلامی من میخواستم بگم برای سامان عزیز، شد امروز روز سامانه و همطور که گفت روز 22 آوریل رو انتخاب کرده که من 28 سال پیش به یه کودک زندگی دادم که پسرم الکس و امروز تولدش رو دارم، میرم پیشش ککم پشت ماشین داره فکر میکنم آب میشه که واسش خریدم. به هر حال میخواستم بیام اینجا باشم روزی که باز میکنه. مرسی از پشتیبانی تو مریم جان، مثل همیشه خانواده تو خانواده بسیار مهم و ارجمندیست در تاریخ و هنر ما دهی از ایران و اینجا و پشتیبانی تو و ادامه کارتون. در مورد سامان جون، من بر حسب تصادف با کارش آشنا شدم روی اینترنت حدود 2 سال پیش یا 1.5 سال پیش بله، و بعد وقتی من دیدم این کارها رو و زیبایی این کارها رو و می‌دونستم که ابریشم و خیلی زیباست و توجه خاصی است به تاریخ مملکت ما، تاریخ زیبای مملکت ما به خصوص در دوره پهلوی، علاقه پیدا کردم. از همون روی اینترنت من بلافاصله سفارش رو دادم، چند تایی رو گرفتم و هر جا هم که میرم روی دوشمه یا نشون میدم به همه با افتخار کامل، و خصوص این که پرچم ایران هر جور فرصتی پیش میاد میگم ببینید اینه پرچم مملکت ما، این پرچم مملکت ماست. سامان جان کاری که کردم کار فوق‌العاده است از نقطه نظر نگه داشتن تاریخچه‌ای که بسیار مهمه برای ما و زیر و روش کردنده از این 38 سال گذشته، و هر کسی که با گذشته کاری من آشنا بره میبینه که من هم جزو مثل مریم جان، مثل سامان جان جزو مبارزین بودم که بتونم از طریق هنر این کارو آینه اجتماع بشم. در حال توی یه همچین شرایطی این شال‌ها در مقایسه با شال‌های ورساچی نمیدونم 1500 دلار و 1200 دلار قیمتاش واقعا اصلا قابل مقایسه نیست. و به هر حال از ایرانی امریکایی همه از من میپرسن که این رو کی درست کرده و این شال‌های زیبا رو و پینای کوچولویی که هست به هر حال نماینده تاریخ مملکت ما فرهنگی. خانم مریا پیک که واقعا ایشون همیشه منو سپورت کردن، همیشه کارامو توی فرش قرمزهای هالیوود ارائه دادن، نشون دادن اونجا برای خارجی ها، برای اروپایی ها، برای آمریکایی ها. این خیلی دلگرمیه، همیشه منو سپورت میکنن که ایشون در اون گالری بودن. بعد دیگه آقای پرویز کاردان گرفته و آقای سهراب اخوان گرفته و و خیلی های دیگه. الان هم که نیویورک بودم افتخار اینو داشتم که از نزدیک پیش آقای اردوان مفید باشم. ایشون شخصیتی بی همتا دارن از لحاظ ایران دوست داشتن و ایرانی جلوه دادن را در تمام برنامه هاشون. لطف ایشون هم لطفی من داشتن. بعد دیگه آقای مرتضی بودن، خانم شهلا سرشار بودن که خیلی حمایت کردن و و خیلی های دیگه. ببینید تاج و نشانه پهلوی خب بخش کوچکی از کارهای من هست، ولی تمرکز اصلی رو من روی شیر خورشید گذاشتم که سعی کنم شیر خورشید تو همه توی همه کارهام باشه، چون اون نماد ملی دیگه ایرانه دیگه، اون دیگه بخشی از تاریخ نیست، اون همیشه بوده و خواهد هست. خب تاریخ شیر خورشید رو خب خیلی‌ها میدونن، خیلی‌هم دربارش گفته شده که نماد ایرانیه، بعد بیشتر از 3000 سال تاریخ داره. یعنی ارتباطی به خانواده پهلوی نداره؟ خیر، هیچ جوری. اگر اونایی که واقعا اطلاعات کمی دارن یا این زحمت رو به خودشون نمیدن که یه سرچ خیلی راحت تو اینترنت انجام بدن یا درباره شیر خورشید بخونن، خیلی راحت مسخره میکنن و به راحت میگن که این پرچم ما نیست، پرچم رسمی ما الان اون اللهه هستش که اون وسط هست. و این که اون اللهه چه ربطی به ایران داره؟ اولا که هیچ جای دنیا شما پیدا نمی کنید که پرچم رسمی مملکتش با یک زبان بیگانه روش نوشته شده باشه. این یک. حالا اگه نوشته بود روش پروردگار یا خدا، خب اونو باز بیشتر میشد هضمش کرد. یکی اون. دوما این که واقعا هیچ ربطی به ایرانی بودن نداره، شما دارید هویتتون رو با این آشکار میکنید.
نمیدونم واقعا اون وقت یه سری دیگه میان خب کارهای اشتباهی میکنن، میان شمشیر رو از روی دست شیر برمیدارن یا شمشیرش رو صافش میکنن. در آینده که خیلی بهش اعتقاد دارم که چنین چیزی خواهد شد و این تاریکی نمیمونه، دولتی که میاد اونجا خب میشه بیشتر در موردش صحبت ها بشه و تایید بشه که آیا این شمشیر باید باشه یا نباشه. ولی الان این نماد به جز این که نماد ایرانی بودنه، نمادی هست در خاری در چشم جمهوری اسلامی. شما وقتی که اون الله رو میبرید بالا، اون پرچم ایران نیستش که شما میبرید بالا، اون سپورت و حمایتتون از جمهوری اسلامیه. اینو من بارها و بارها میگم، روش همه دارن روش تاکید میکنن و امیدوارم که دوستان و همه کسایی که مخصوصا کسایی که خارج کشور هستن، خب ما توقعی از کسایی که تو ایران هستن نداریم، ولی اونایی که تو خارج هستن در مسابقات فوتبال، مسابقات ورزشی شرکت میکنن، بدونن واقعا دارن چی کار میکنن. این طرفداری از ایران و ایرانی بودن نیست. بعد خب کارهای دیگه‌ای در فکر دارم، از طرحهای مختلف هست. من اسم مجموعه‌مون گذاشتم کانسپت، کیانی کانسپت، که مرزی نداشته باشه که بتونیم کارهای دیگه‌ای درش ارائه بدیم. از همه چیزم برای من مهمتره که اینا مخارجش بالا نباشه که من بتونم خیلی به قیمت خیلی پایین به دوستانی که علاقمند هستن ارائه کنم، چون ارزشش اینه که شما استفاده کنید. اگه من واقعا قیمتش بالا باشه، 1000-1500 دلار، خیلی بخش خیلی کمی از دوستان هستن که میتونن اینو استفاده کنن و این هدف من نیست. این هدف من اینه که همه اینو بتونن استفاده کنن، همه با افتخار اون شیر و خورشید رو سینه‌شون بزنن، همه با افتخار نمادهای ایرانی رو استفاده کنن و توانایی اینو داشته باشن که خریداری کنن. و البته خب اصلا مهمترم اینه که شما با جنس خیلی خوب، با کوالیتی خیلی بالا که واقعا اون جلوه خودش رو نشون بده. حالا شما یه تیشرت شیر و خورشید بزنید، تیشرت زیبایی هم نباشه، هم شیر و خورشید زیر سوال میره، همون تیشرتی که شما پوشیدید. به نظر من همه اینا دست به دست هم میده. من خودم تحصیلاتم در حقوق بین الملل از دانشگاه سوربن پاریس، ولی به دلیل اینکه مادرم خیلی نگران بودن که بعد از ایشون میخواستن حتما، گفتن دلم میخواد که تو بتونی گالری رو بگردونی، من گفتم من که آخه اینجا زندگی میکنم به دلایل خانوادگی، و برای همین به خاطر ایشون چون مریض بودن قول دادم که اینجا یه گالری رو باز کنم، که 13 سال پیش ما این گالری رو باز کردیم و خوشبختانه ایشون هم در سال 2008 اینجا رو دیدن و حضور داشتن در یک نمایشگاهی که نمایشگاه استاد کابلی بود. من نمایشگاه مختلف میذارم، ولی سیستم کاری اینجا با سیستم کاری ایران بسیار متفاوته، به خاطر اینکه اینجا ما کارهای رو میذاریم که باب دل افرادی هستش که در اینجا زندگی میکنن. مثلا بیشتر کارهای انتزاعی میذاریم، مدرن میذاریم، اینجور چیزا. خیلی اوقات هم کارهای خارج از به اصطلاح نمایشگاه، مثلا بوک ساینینگ هست یا فشن شو هست یا چیزایی هستش که البته اونا باید مال دیزاینر ها باشه. در این نمایشگاه که الان ما داریم که نمایشگاه گروهیه، آقای سامان طاهرپور از سوئد که آمدن، قبلش که با من تماس گرفتن، من دیدم هدف ایشون بسیار هدف زیباییه، به خاطر اینکه اول از همه در درجه اول بعد از این همه زحماتی که کشیدن برای اینکه این مجموعه رو درست کنن، خیلی کمک بزرگی میکنن به این پناهجویان که در ترکیه قرار گرفتن. خب من به نظرم این کار خیلی کار درست و خوبی هستش و فکر میکردم که خیلی خوبه که این نمایشگاه اینجا باشه و با استقبال بسیار زیادی هم روبرو شد. لااقل خستگی ایشون بعد از این همه از اون ور دنیا اومدن و این همه وزن رو با خود آوردن، بالاخره خستگیشون در رفت و خب کمک بزرگی انجام شد. نیویورک پرشین پرید اولین باری بود که من اونجا بودم واقعا، ولی هر سال تو برنامه‌هاشون رو تو یوتیوب اینا نگاه می‌کردم، یه حس غروری به دست میده که نصف نیویورک رو می‌بندن و پرچم‌های شیر و خورشید همه جا هست. واقعا دستشون درد نکنه که چنین برنامه‌ای انجام میدن. الان سال 14مین سالش هستش که من فکر کنم امسال نزدیک 150 هزار تا ایرانی اونجا بودن، ولی خب بعدش این بود که یکم سرد بودش و
ولی کلا ایرانی ها استقبال آنچنانی، بعد همه دست به دست هم، پرچم شیر خورشید دستشون و حس خیلی خوبی بهت دست میده. بعد وقتی که ایرانی هایی که میان اونجا این کارات رو نگاه میکنن، خب خیلی از دوستان بودن که من بهشون گفته بودم که اونجا خواهم بود، در کنار ما غرفه داشتیم و کنار بنیاد نیکوکاری نوروز که من تنگاتنگ خیلی با این بنیادم همکاری میکنم، تا اونجا که میتونم سعی میکنم که کمک کنم به این بنیاد. با هم دیگه یک غرفه داشتیم اونجا، ایرانی ها میومدن استقبال میکردن، صحبت میکردن، خیلی خیلی تجربه خیلی خوبی بودش. ولی خب یکی دو مورد هم شدش که کسایی اومدن اونجا که میگفتن که خب شما چرا اینجا، این کار سیاسی نیستش، باز چرا دارید نمادهای سیاسی رو نشون میدید. به نظر من اون دیگه اونایی که خب اطلاعات کمی دارن، من به قول خودت افشین، این تمام این پریده همش سیاسیه در اصل اگه بخوای بهش نگاه کنی، چون که اگر نباشه خب چرا این چنین چیزی رو تو ایران اجرا نمیکنن. اگه اون وقت دنیای ما، این جمهوری اسلامی کاری کرده که اصلا سیاسی بودن یعنی یه لولو خورخوره، ولی خب الان ایرانی بودن یعنی سیاسی هست. به جایی که ما میخوام ازش بترسیم که بگیم، همه فکر میکنن سیاسی بودن یعنی چی، یعنی که فقط بری مثلا تو حزبی باشی یا کاری باشی، میگم هر چی مثلا الان بگه کارهای مثلا اصلاح طلب باشی، یا مثلا بخوای مثلا بگی که ما ایرانمون اینجوریه و تبلیغ کنی برای توریست واسه ایران، یا کاری انجام بدی که جمهوری اسلامی خیلی دوست داره غیر مستقیم، آره دیگه اون موقع دیگه اصلا سیاسی نیستش، اون کارهای اجتماعی داری انجام میدی. ولی اگه بخوای مثلا بخوای بگی که تو اون مملکت چی داره اتفاق میفته، این از اعدام‌ها گرفته، از این فشاری که رو مردم هست، یا اینکه بخوای نمادهای استفاده کنی که ایرانی هست، اون موقع دیگه سیاسی میشه دیگه. الان تو نیویورک وقتی دیدم انقدر منو سپورت کردن، انقدر اومدن خریداری کردن، بعد عصرش ما رفتیم یه رستوران، توی رستوران دیدم یه خانم یکی از این شالای منو درآورده بود انداخته رو دوشش، خیلی حس خوبیه، خیلی حس خوبیه، چون که واقعا میبینم که داره به یه جایی میرسه. این تلاشایی که من میکنم واقعا خیلی سخته، مشکلات بسیار بسیار زیاد هست، من این کار اصلی نیست، کار من یه چیز دیگه است، میام خونه میشینم طراحیات، اوردر دادنش، شرکت های مختلف چرا وقت گذاشتی برای هر کدوم از این طراح حدودا؟ از اونجایی که خب خادم خیلی سختگیری هستم من، خیلی هم وسواس دارم، خیلی وسواس دارم که اون تر همه چیش دیتیلش، ریزکاریش بهش توجه شده باشه، خب خیلی طول میکشه، خیلی طول میکشه. تقریبا هر طرحی تقریبا بین 4 تا 5 ماه طول میکشه که شما بخواید واقعا اونی که میخواین در بیاد بیرون. مثلا بودن چند ساعت؟ خیلی زیاد، خیلی زیاد. من حالا 100 ساعت مثلا نمیدونم الان ساعتشو به شما میگم، چون بعد از یه مدت شما دیگه ساعت و خورده و خوراک و همه اینا رو فراموش میکنی، خودت بهتر میدونی که واقعا وقتی که دوستات کارهای دیگه انجام میدن، وقتی که شما از زندگی تو میذاری پای این، اونم نه به خاطر اینکه بخواین شما پول روش در بیارید، چون که واقعا اگه میخواستم پول در بیارم، این وقتی که میذاشتی شما میرفتید یه دون چلکابی میزدید، مطمئن باش خیلی بیشتر هم در میاد، همه هم دوستت داشتن. ولی هدف ایرانم میرفتم، بله این که اصلا بهتر، ایرانم میرفتم و لذتشو میبردم. ولی ما همه اینا رو از خودمون گرفتیم، مخصوصا شما افشین جان، که بتونیم یک گوشه خیلی کوچیکی از این، حالا اسمشو میخوام بذاریم مبارزه، اسمشو میخوام هر چی بذاریم، گوشه کناری ازشو بگیریم و سعی کنیم که اونایی که آگاه نیستن آگاه‌ترشون کنیم. من میبینم که مثلا اکثر کسایی که میخوان یک کاری انجام، اولین چیزی که درست میکنن تیشرت درست میکنن. بله. ولی تو تنها کسی بودی که نرفتی اول تیشرت درست ببینی، یعنی سراغ یه چیزای دیگه، دلیل خاصی داشته؟ من سعی کردم رو کارهای انجام بدم که سایز نداشته باشه. مثلا تیشرت شما خب سایزهای مختلف داره، بعد خب خیلی چیزا هستن، یا کارهایی که تاریخ مصرف داشته باشه، من سعی کردم اونا رو بذارم کنار، کارهایی که بیشتر ماندگار باشه، کارهایی که شما بتونید خیلی ازش استفاده کنید. این محصولاتی که تو درست میکنی، زحمت میکشی، میخوایی که چجوری مردم میتونن بهش دسترسی داشته باشن، از کجا میتونن تهیهش کنن؟
خب دوستانی که علاقمند هستن و دوست دارن که این نشانها و این مجموعه رو داشته باشن میتونن به وبسایت kianiconcept.com مراجعه کنن. همه کارهای من اونجا هستش، عکسای به خصوصی هستش، مخصوصا ما سعی کردیم با کمک یکی از دوستام عکسای 360 درجه از تمام کارا بگیریم که راحت بتونن بچرخونن پشتشو ببینن بالاشو ببینن و انتخاب کنن اون چیزایی که دوست دارن. به تمام دنیا ارسال میکنیم. متاسفانه من از طرف ایران انقدر طرفدار دارم و واقعا هم تو اینستاگرام هم تو فیسبوک عکسی میذارم، کاری میذارم، انقدر دوستان مینویسن، ولی خب ما بارها ارسال کردیم به دستشون نرسیده. از طریق دوستان میتونن براشون ببرن ایران، دوستانی داشته باشن که من برای اونا ارسال کنم که ببرن ایران. بعد باز اگه توانایی رو ندارن میتونن به صفحه کیانی کانسپت فیسبوک facebook.com/kianiconcept یا اینستاگرام کیانی کانسپت مراجعه کنن، با من تماس بگیرن و هر جوری که امکانش باشه من براشون ارسال میکنم. مردم ایران، ملت هایی که خودشون رو صاحب فرهنگ و هنر میدونن یا مدعی هستن خودشون رو با نمادهاشون به دنیا معرفی میکنن. جمهوری اسلامی صدمات زیادی به ایران زده، اما یکی از صدمات مشخصش صدمات فرهنگیش بوده که کمابیش همتون باهاش آشنایی دارید. یکی از این صدمات فرهنگی که به ما زدن نابودی نمادهای ملی ما بوده، نمادهایی که بخشی از تاریخ ما رو در خودشون دارن. شما میبینید امروز در جمهوری اسلامی هیچ نماد ملی در آرمها، نشانهای دولتی یا حکومتی استفاده نمیشه. آرم سپاه که مثلا یک نهاد نظامی ایرانی هست رو نگاه کنید، خود آرم جمهوری اسلامی رو نگاه کنید، مهمترین نقطهش غیر ایرانی بودنش هست. مردم ایران زمین، نگذارید این نمادها رو از ما بگیرن. این نمادها بخشی از تاریخ و هویت ایرانی ما هستند.